سلام، با 180 ثانیه جمعه 27 مهر ماه همراه ما باشید. دادگاه تجدید نظر عراق حکم 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محمد نجفی، وکیل مدافع یکی از کشته شدگان اعتراض‌های دی ماه 96 و همچنین دو فعال مدنی دیگر را تایید کرد. بنیاد برومند از سازمان‌های مدافع حقوق بشر جزئیاتی از کتک زدن و بدرفتاری با آرش صادقی زندانی سیاسی را منتشر کرد. در توییتر این بنیاد آمده است آقای صادقی که به تازگی یک تومور سرطانی از دستش خارج شده است، با ماموران زندان به بیمارستان امام خمینی تهران برده شده بود که در آنجا به سلام و احوالپرسی چند نفر در بیمارستان پاسخ داده و به همین دلیل با اعتراض و ضرب و شتم از سوی ماموران همراهش روبرو شده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران تأکید کرد اگر وضعیت تأمین ارز آزاد برای شرکت‌های هواپیمایی به شکل فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود ایرلاین‌ها حداکثر تا 3 ماه دیگر دوام بیاورند و پس از آن با چالش‌های جدی مانند تعطیلی مواجه خواهند شد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا مصمم است کارزار فشار حداکثری برای مقابله با حکومت ایران را پیگیری کند. آقای پومپئو تاکید کرده رژیم ایران مقابل تمام هنجارهای بین المللی می ایستد، حقوق مردم ایران را ضایع می کند و مرگ و خرابی را در سرتاسر جهان می گستراند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران تخمین زده است که میزان قاچاق سوخت به خارج از ایران 20 تا 40 میلیون لیتر در روز است. به گفته وزیر نفت، چون قیمت سوخت در ایران ارزان است، قاچاق صورت می‌گیرد. دانشجویان دانشگاه دولتی هرمزگان که در کیلومتر 9 جاده بندرعباس به میناب قرار دارد، دیشب در اعتراض به نبود امکانات لازم دست به اعتراض زدند. روز پنجشنبه گارد ساحلی کشور آذربایجان چند ملوان ایرانی که نشانه هایی از مسمومیت شیمیایی داشتند را از یک کشتی نجات داده است. 3 تن از این ملوانان جان باختند. همسر رئیس سابق اینترپول که هفته ها از بازداشتش در چین می گذرد، در یک مصاحبه در مورد زنده بودن او ابراز شک و تردید کرد.